سلام علیکم شاگردان حیات عزیز، به یک دیگر از درس‌های مضمون بیولوژی تان خوش آمدین. امیدوار هستم که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشین. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما درباره باکتری ها است. ما شما در درس‌های گذشته خود درباره طبقه بندی موجودات زنده بحث کردیم و یکی از عالم های موجودات زنده دو عالم آرکی باکتری ها و ایو باکتری ها بود. خب در قدم اول قبل از اینکه باکتری ها را مطالعه کنیم، اول میکروارگانیسم ها را بشناسیم. میکروارگانیسم ها و تمام موجودات کوچک و ذره‌بینی گفته میشه که با چشم غیر مسلح یا با چشم عادی قابل دید نباشه و توسط میکروسکوپ ها ما بوده دیده بتانیم. مثلا آمیب ها، باکتری ها و امثال ها. این موجودات، علمی که از این موجودات بحث میکنه علم میکروبیولوژی است و مثلا ویروس ها، باکتری ها، پروتوزوا ها و غیره. بعض میکروارگانیسم ها برای انسان مفید هست و نیاز است برای وجود ما و شما و طبیعت و ایکوسیستم، و بعض موجودات هم میکروارگانیسم ها هم برای انسان ها سبب تولید امراض میشه که ما اون میکروارگانیسم ها را به نام پاتوجن میشناسیم. خب حالا بریم از جمله میکروارگانیسم ها، یکی از اونها باکتری ها است. باکتری ها از جمله پروکاریوت ها هستند که هسته مشخص ندارند. اینا هستهشان در بین سایتوپلازم به شکل پراگنده است و غشای هستوی ندارند و هسته حقیقی نمی داشته باشند. این باکتری ها در هر محیط پیدا میشه، از در دشوارترین محیط ها، مثلا فوق العاده گرم، فوق العاده سرد، آب، خاک، هوا و داخل وجود موجودات زنده، در هر محیط ما باکتری ها را پیدا کرده میتونیم. حجرات باکتریایی گاهی به شکل انفرادی زندگی میکنن و گاهی هم به شکل اجتماعی یا یک مجموعه را میسازن که برای از اون میگیم شکل کالونی. خب یکی از عالم های باکتری ها عالم آرکی باکتری ها است. ای آرکی باکتری ها پروکاریوت های هستند که در محیط های فوق العاده دشوار زندگی میکنن. مثلا چشمه های آب داغ، آب شور، مرداب ها، حرارت های فوق العاده پایین، حرارت های فوق العاده بالا، در محیط های فوق العاده دشوار اینا زندگی کرده میتونند. و یکی هم عالم ایو باکتری ها است که پروکاریوت های هستند که در آب، خاک، حتی داخل بدن موجودات زنده، داخل بدن انسان زندگی میکنند. مثلا ایشریشا کولی تعداد زیادش در روده های انسان زندگی میکنند و سبب تولید بعض امراض و ناراحتی ها در سیستم هاضمه ما و شما میشن. خب باکتری ها نظر به اشکالش به سه بخش تقسیم میشن. یکی باکتری هایی که شکل میله مانند دارن که به نام باسیلوس یاد میشن، که اینا به شکل منفرد هم زندگی میکنن، به شکل کالونی یا زنجیره ای هم زندگی میکنن، مثل باسیل تیتانوس، توبرکولوس و غیره. یکی هم شکل کروی دارن که به نام باکتری های کوکوس یاد میشن. اینا که هستن سبب امراض تنفسی میشن، مثل سینه و بغل. و بعض باکتری ها هم شکل فنرمانند داره که اینا را به نام سپریلیوم یاد میکنن، که سبب امراض مثل سیفلیس، سوزاک و غیره میشن. یک تعداد باکتری های دیگه هم شکل کاممانند است که به نام ویبرو یاد میشه، که اینا را با شامل باکتری های سپریلیوم میسازن، به خاطر که شکلشان تقریبا مشابه به سپریلیوم ها است، مثل ویبر کولرا یا باکتری های کولرا که سبب مرض کولرا میشن. باکتری ها به چه شکل تکثر میکنن؟ باکتری ها به شکل غیر زوجی یا باینری فیژن یا به شکل تقسیم آمیتوسس تکثر میکنن. ما شما در تقسیمات حجروی خواندیم که تقسیم آمیتوسس یا تقسیم مستقیم شکلی است که یک حجره اول بزرگ میشه، زمانی که به حد اعظمی بزرگی خود رسید، در بین از او در سایتوپلازمش فرو رفتگی ایجاد میشه، این فرو رفتگی زیاد شده و در نتیجه از یک حجره دو حجره به وجود میآید، که باکتری ها هم به شکل باینری فیژن یا آمیتوسس تکثر میکنند، که این تکثرشان در هر 20 دقیقه صورت میگیره. یعنی یک باکتری قادر است که در هر 20 دقیقه دوچند شود. باکتری ها گاه به شکل زوجی هم تکثر میکنند، که شکل زوجی از اینا در اثر تبادل مواد ارثی یا مواد ارثیشان با یکی دیگه صورت میگیره. انواع و اهمیت باکتری ها. باکتری ها میتونه برای انسان مفید باشه یا برای طبیعت مفید باشه و میتونه هم مضر باشه. دانشمندان در سال 1800 بر اولین بار دریافت کردند که بعض باکتری ها پاتوجن بوده میتونه یا سبب تولید امراض شده میتونه.
چون قبل از او فکر میشد که باکتری ها فقط مفید هستند، اما در سال 1800 بر اولین بار پاتوژن بودن باکتری ها کشف شد. باکتری های پاتوژن داخل بدن میزبان میشن، از مواد غذایی که در حجرات ذخیره شده از اون مواد استفاده میکنن و در جریانی که از مواد غذایی حجرات استفاده میکنن برای میزبان خود یا برای که اگر میزبانش انسان باشه ضرر میرسانند. این ضررشان سبب تولید بعض امراض میشه. زمانی که این ضررش برای حجرات زیادتر شد، برای تعداد حجرات زیاد شد و باکتریاها هم تکثرشان زیاد شد و تعدادشان در بدن زیاد شد، بعض علائم در شخص دیده میشن که این علائم در اثر مواد زهری است که باکتریا در حجرات تولید کرده. باکتریاها در جریان عمل خود بعض مواد زهری تولید میکنند که مواد زهری وقت تعداد زیاد شد سبب علائم و اعراض میشه که زهر باکتری را ما به نام توکسین میشناسیم. باکتریاهایی که برای انسان مضر هستند سبب تولید امراض میشن مثل توبرکولوز، تیتانوس، سیاسرفه، گلودردی، مهرقه، کولرا و غیره که بسیار امراض مهلک و بسیار امراض فوق العاده خطرناک و ساری میتونن باشن و همچنان باعث فاسد شدن غذا، گنده شدن غذا، میوه‌جات، ترکاری باب، ترش کردن لبنیات، ترش کردن غذا و غیره شده میتونن که از لحاظ اقتصادی هم برای انسانها ضرر رسانده میتونن. ولی باکتریاها اکثریتشان مفید هم است. یکی از فواید باکتریاها برای طبیعت اجساد مرده را اینا تجزیه میکنن، به حیث تجزیه کننده در اکوسیستم کار میکنن، اجساد تمام موجودات زنده را به واحدهای ترکیبات کیمیاویشان پس تجزیه میکنن و پس به محیط برگشت میدن. اگر باکتریاها نمی بود تمام موجودات زنده بعد از بین رفتنشان اجسادشان در طبیعت باقی میموند و یعنی او اجساد دیگه از طبیعت گم نمیشد و بسیار مشکل بود. اما باکتریاها مواد موجودات زنده را تجزیه میکنن و طبیعت را چی میکنن؟ پاک نگاه میکنن. بعضی از باکتریاها هم در ریشه نباتات، در عقدات ریشه نباتات زندگی میکنن و نایتروژن هوا را چی میکنن؟ به نایتریت تبدیل میکنن و از غذا استفاده میکنن، به حیث غذا استفاده میکنن و بر نبات هم فایده میرسانن و برای نبات نایتروژن مورد نیازش هم میرسانن. یک نوع بعضی از باکتریاهای مفید در سیستم هاضمه حیوانات فقاریه خصوصا سیستم هاضمه حیوانات علفخور زندگی میکنن و سبب هضم و جذب سلولوز در بدنشان میشن و بعض باکتریاها هم در ساختن لبنیات مثل ماست، پنیر، سرکه، الکل، صنعت استفاده میشن. بعض باکتریاها هم در از اونا دواها ساخته میشه مثل انتیبیوتیک ها، ویتامین ها و غیره. خب امروز ما شما باکتریاها را مطالعه کردیم، انشالله عالم های دیگه از موجودات زنده را در درس های آینده مطالعه میکنیم. موفق و مهیت باشین.